سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدین به مجله صبح امروز. در آغاز برنامه بسته خبری از مهمترین خبرهای افغانستان و بیرون از افغانستان بود که تقدیم شما شد. در ادامه مجله صبح امروز موضوع ما در پیوند به مشکلات فامیلای شهدا و معلولان است. اگر در همین مورد پرسش و یا دیدگاهی دارین، راه ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار دارد. 0791 300 654 شما رو به گونه مستقیم به مجله صبح وصل میکنه. اگر تماس شما برقرار نمیشه، میتونین سر به نشانی فیسبوک یک تیوی نیوز اف بزنین. موضوع برنامه اونجا پست شده، پای پست مرتبط به موضوع امروز دیدگاه و یا پرسش اگر دارین بنویسین. ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. از آغاز تقاضا میکنم خواهشان زمانی که تماس میگیرین صدای تلویزیونتون را پایین بکنین، صدای ما را طریق تلفن داشته باشین تا بتونیم به گونه دقیق پرسشتان را در برنامه داشته باشیم. مهمان ما امروز در مجله صبح جناب ضیاءالحق فضلی، سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولان، حضور پیدا کردن و به گونه مستقیم به پرسش ها و دیدگاهی که شما دارین پاسخگو خواهند بود. جناب فضلی، بسیار زیاد خوش آمدین، صبح شما بخیر. سلام و درود خدمت شما و بیننده های عزیز، بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. پیش از اینکه روی موضوع صحبت های شما داشته باشیم، نخستین تماس برنامه را پاسخ میدیم. بیننده ما روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. سلام خدمت شما و مهمان برنامه شما. تشکر میزنیم از تلویزیون یک و برنامه خوبه که صدای مردم را به گوش مسئولین میرسونیم. ما موضوع دیگه که در موضوع شهدا واقعا ما به نام نصیر احمد فیضی سال گذشته که دیروز سالشان بود با قماندان صاحب امنی که فعلا در لغمان در اینجا در چوک کندوز اگه یادم باشه با رسانه ها او کمرمین قماندانی امنیه بود، شهید شد. متاسفانه طول پول ام یک ساله شهدا با فامیلش نرسه. شما پرسان هم کردن میتونین که به نام نصیر احمد فیضی، متاسفانه وقتی که اولادی وطن در خدمتی وطن شهید میشه و این برادرهایی که وزیر هستن، موین هستن، واریس هستن، برکت همین شهدا هست که اینا آرام میگردن، غیر از اینکه خانه برز داده نشه، خدا شاید است که یک لکه افغانی برزو داده شده و او یک لکه 60,000 به قرضدار خود داده. فکر کنید که زن اولاد از چی میخوره تاله که شما صدا میگنن وقتی شهید پولش به وقت معنیش میرسه. ما دیروز هم پری روز هم پیش از دایی مرم مراجعه کردیم به شهدا مرین، گفتن که در تادیات است. پس دوستای ما لطفا خواهش من نیست که وقتی که اگر افسر شهید میشه و کوشش شده که همون ماشش به وقت وادش برسه. از مهمان برنامه شما توجه ما در ایست تنها بینه به همه شهدایی که در افغانستان شهید شدیم یک توجه جدی شد. شما وقتی به شهدا معلولین میرین که ببینین که یک برادری که شهید داره با چی دان پرخون میاد از شبهات شما قبول بکنین یا روی خوب میشه نمیشه، باید یک صحبت. تماس بیننده ما قطع شد. تشکر از اینکه تماس گرفتین جناب فضلی در پاسخ به پرسش بیننده ما و همچنان چقدر به فامیلای شهدا و معلولان رسیدگی صورت میگیره. برادر ما از شهید نظامی صحبت کردن، طبق ارقامی که با ما رسیده، ما برای ورثه شهدای نظامی پولشان را در دو قسط میدیم. درست. قسط اولشان برشان پرداخت شده، در اکانت هایشان رسیده و در سر تا سر کشور هیچ فرد نظامی نیست که قسط اول خود را نگرفته باشد، در اکانت هایشان هست. قسط دوم جدیداً آغاز شده، یعنی ما مکلف هستیم که تا ختم سال مالی 1399 قسط دوم ورثه شهدا را با اکانت هایشان انتقال بدیم. درست. قسط دوم در حال پرداخت است. برادر ما خودشان ذکر کردن که ما پرسان کردیم پولشان یا هم پروسای پولشان در تادیات است. طبیعی است که ما 3,38,000 ورثه شهدا و معلولین که در سر تا سر کشور با خود ثبت داریم، از خود یک پروسس، یک سلسله مراتب داره. درست. مثلا در پلایات مصطفی صاحبا و والی صاحبا و همچنان اداره ما هماهنگی میکنن و در مرکز هم از بخش تادیات به وزارت مالیه و بعدا با بانک ها با اکانت هایشان انتقال میشه. درست. اگر هدفشان از قسط دوم پولشان باشه، پس منتظر باشند، چون ما فرصت زیاد داریم، با زودی به اکانتشان میرسه و قسط اولی پول یا حقوقشان به اکانتشان انتقال شده. بله. درست. موضوع دوم در رابطه با ورثه شهدا که در بخش استخدام، اشتغال زایی و همچنان حمایه مالی چقدر کار برشان صورت گرفته. درست. اگر موافق باشین یک تماس را پاسخ بدیم و دو باید پرسشم. سلام، صبحتان بخیر.
علیکم سلام و رحمت الله، سلام های خدا خدمت شما و مهمان برنامه شما و بینندگان محترم تلویزیون یک. ببینم قسمی که هموطن ما نظر دادن، من کلا تایید میکنم. یک مورد تازه را که دوده در تقریبا یکونی ما به اسلام میگذره، یکی از اقارب ما که از تگاب بود، اونا در یکی از ولایت به اسلام شهید میگن یا کشته میگن، قربانی جنگ میشه که خودش هم جز نیروهای امنیتی بود دیگه. بناهن امید دیروز من خبر شدم که فامیل بسیار بی‌بضاعت با اونا به اصطلاح 60,000 دادن و گفتن چرا امتیازی که به نام شهید یا قربانی جنگ داده میشه برای نیروهای امنیتی، گفتن نه چیای قرنطینه و نصفش را به اصطلاح بعدن پرداخت میکنین. ببینین این بسیار نامعقول و غیر منصفانه است. به این که همه تا افراد که یکی که ضرر جانی میبینن باز امداد مادی به وقت به موقع صورت میگیره که متاسفانه در این سعید نه دولت بسا شعار میده بنیادی عمل نمیکنه دیگه. بنان خواست ما از سخنگوی محترم همی است که در این تا چیزا اولویت را به اصطلاح مد نظر بگیرن و این مورد قرنطین را که میگه نه تنها در ایسه پرداخت متقاعدین بلکه در هر چیز دیگه من رد میکنم. به این که شما خود میدانید که مشکلات دامنگیر ملت زیادتر شده و در قرنطین باید اینا دوچند کمک کنن که نمیکنن. تشکر از شما. تشکر از شما چون که تماس گرفتن. چون فصلی ما در کتگوری های شهدا یکی ملکی داریم و یکی هم نظامی. درست. و حقوق ورثه شهدای نظامی با دو قسط پرداخت میشه، عموما قرنطین باشه یا بدون قرنطین، در ربع اول سال مالی و همچنان در وسط سال. درست. و چون پولشان زیاد هست و نمیشه که به همه ورثه شهدای نظامی با یک بارگی کلی پولشان پرداخته شود، پروسه و سلسله وزارت مالیه و همچنان موضوعات بودجه‌ای را در نظر گرفته. درست. ما با دو قسط پرداخت میکنیم. اگر برادر ما هدفشان نظامی باشند که ذکر کردند که یک وارث شهید نظامی است، او خب بی از او هم پول خود را دو قسط میگیره، قسط اولش پرداخت شده، قسط دوم برشان میرسه. اگر هدفشان از ملکی باشد، در سال 1399 برای افراد ورثه شهدا یا معلولینی که ملکی هستند، پولشان را ما به دو قسط پرداخت میکنیم. سالهای گذشته به یک قسط میدادیم. سال 1399 دلیلش این است که ما 338,000 کارتی که با خود ثبت داریم، احتمال به این میره که 50,000 کارتش یا غیر قانونی باشه یا ناقص باشه یا جعلی باشه یا به طور نادرست در اداره ما ثبت شده باشه. درست. و سالها مردم پول میگیره. رئیس جمهور فیصله کرد که همه ورثه شهدا و معلولینی که با ما ثبت هستند، اسناد و یا هم وثائق و کارتایشان بررسی شود. ما تصمیم داشتیم که امسال بدون بررسی اسناد و وثائق هیچ پولی را برای ورثه شهدا و افراد دارای مالیت ملکی اجرا نکنیم. درست. چون کمیسیون ها در مرکز و در ولایت کار میکنن، همه روزه اسناد را میبینن، چک میکنن، از صحت و یا از ردش تایید میکنن و بعدش پولشان با اکانتایشان انتقال میشه. ولی قرنطین آمد، کرونا آمد، مشکلات زیاد شد، کمیسیون ها هم نتانستن که به اون سرعتی که ما عدس زده بودیم به اون سرعت کار خود را انجام بتن. بالاخره فیصله به این شد که از قسط اول ورثه شهدا و معلولین ملکی را پرداخت میکنیم. درست. و نصف پولش که میمانه او را بعد از بررسی اسناد و وثائق برشان میدیم. حالا هم اگر ورثه شهدا یا افراد دارای مالیت ملکی باشند، پول قسط اول خود را دریافت کردن، لطفاً به اداره ما یا هم در ولایات با آمریت های ما مراجعه بکنن، اسنادشان بررسی شوه، قسط دومش همچنان ما پرداخت میکنیم. بسیار تشکر. تماس داریم بیننده دیگرمونی خط هستن. سلام، صبحتان بخیر. تماس بیننده ما قطع شده. جناب فضلی، یک بخش از صحبت های شما باقی مونده بود در مورد بخش اشتغال زایی و همچنان صحبت های دیگه که برای فامیلای شهدا و معلولین و همچنان برای معلولان داشتن. یک بحث مهم بحث اشتغال زایی و حمایت اقتصادی است. دورنمای وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و استراتژی ملی معلولین را که ما ساختیم، او است که چطور ما بتانیم هر معلول و هر وارث شهید از لحاظ اقتصادی خودکفا شود. و این اساس ما طرح پیشنهادی که با دولت شریک ساختیم با منظور شد حداقل 3%
معلولین باید در دولت استخدام شود که 12,000 بست خدمات ملکی را تشکیل میده. درست. خوشبختانه در سالهای گذشته حدود 8,000-8,500 معلولین در دولت در بخشای مختلف استخدام شدند. تعهد دولت و کمیسیون اصلاحات اداری است که تا ختم سال 12,000 معلولین در دولت استخدام شود. درست. بخش دومی که ما بیشتر معلولینی که از تحصیل از تعلیم پس ماندن و یا هم از این نعمت برخوردار نیستند، چطور باید از لحاظ اقتصادی حمایه شوند؟ ما با شاروالی کابل تفاهم‌نامه امضا کردیم که حدود 20,000 ورثه شهدا و معلولین و خانواده ورثه شهدا و معلولین از این مستفید میشن. در شهر کابل ما دستفروشی ها داریم، ما غرفه ها داریم که باید برای معلولین در نظر گرفته شود. در ولایات در هماهنگی با اداره ارگان های محل همچنان با شاروالی مثلا ولایت مختلف تفاهم نامه ها را تنظیم کردیم که در سر تا سر کشور در فرصت نخست حدود 1.5 لک خانواده باید از این فرصت مستفید شود. درست. یعنی غرفه های دستفروشی در ولایت و در مرکز به اختیارشان داده شود. بخش سیوم، چطور ما بتانیم که تجارت های کوچک را برای ورثه شهدا و معلولین مهیا بکنیم؟ با نهادهای بین المللی در تفاهم رسیدیم. بعضی بانک های بین المللی و داخلی ما هم هماهنگی و همچنان قناعت دارند که قرضه کوچک را برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت در اختیارشان بتند تا و بتانند که یک تجارت را آغاز بکنند. امی پولی را که دولت برشان میپردازه یا هم به امی پولی که یا خود را وابسته میبینند باید وابستگیشان قطع شود و منبع اقتصادی مستقل پیدا بکنند تا بتانند که در آینده هم برای اهل و عیال و برای اولاد و برای خانواده خود یک مصدر خوب اقتصادی پیدا بکنند. بخش چهارم مایی است که ما چطور بتانیم جلب کمک های بین المللی را و همچنان کمک های بین المللی و نهادهای بین المللی برای ورثه شهدا و معلولین کمک کنند. درست. یک هماهنگی کلی بین نهادهای بین المللی و وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و در کل با حکومت صورت گرفته، تفاهم‌نامه ها امضا شده و همروزه حدود 800 الی 1000 خانواده از مواد غذایی، صحی و همچنان از فرصت های تحصیلی که از طرف نهادها برایشان در نظر گرفته شده مستفید میشن که نتیجه بسیار خوبی را داده. درست. تشکر. تماس داریم. بیننده مونی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. بیننده ما صحبت نمیکنن. خواهشان زمانی که تماس میگیرین موقع درست تر اختیار بکنین، صدای ما را از طریق تلفنتون داشته باشین تا بتونیم به گونه دقیق پرسشتان را در برنامه داشته باشیم. تماس داریم. سلام، صبحتون بخیر. تماستان وصل است. مهربانی، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ بسیار خوش آمدین. مهربانی پرسشتان؟ همه دخترک من از در فلاس ماهی تاثیرکت کمک نکده. خواهشان کم بلندتر صحبت کنین، ادامه بتین صحبت هایتان. عبدالکریم هستیم از مزار شریف. درست، ادامه بتین صحبت هایتان. همه دخترک من از در فلاس ماهی تاثیرکت کمک نکده. درست. جناب فضلی شما پرسش دارین؟ برادر دخترشان معلول است، در خانه هستند. فکر میکنم که زیر سن است. چند سال دارن؟ کمک نکرده، تا حال مرد جای رفتیم کمک میکنه، پیسه رسوت میگره، ما نتانستیم. درست. چند سال دارن؟ 19. صدای ما را دارن؟ داریم. 19 سال است. دختری معلولی را کجا مراجعه کنیم؟ 19 سال است. دلیل معلولیتشان؟ مایپس دفعی استاتی در نمیتونه در خانه خواهد. درست. جناب فضلی؟ معلولین طبیعی که یا پولیو باشند و یا هم از اثر مرض فلج شده باشند، او از پول نقدی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مستفید شده نمیتونند. طبق قانون رسیدگی به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت، ما فقط به ورثه شهدا و معلولینی که از اثر جنگ، انتحار، انفجار و یا هم اثرات جنگی فلج شده باشند یا عضو خانواده خود را یا عضو بدن خود را از دست داده باشند میتونیم که حقوق نقدی بدیم. ولی برای معلولین طبیعی که برادر ما ذکر کردن، ما میتونیم فرصت های تعلیمی، تحصیلی، صحی و همچنان فرصت هایی که
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی برایشان در نظر گرفته شود مهیا بکنیم. درست. یعنی از لحاظ فرصت های صحی و شفاخانه های ملی و بین المللی که تفاهم نامه ها ما داریم بتوانند که برای معالجه مراجعه بکنند و همچنان بخش تحصیلات بسیار زیاد مهم است و کمک های دیگری مثل کمک های نقدی، کمک های مواد غذایی هم میتونیم که به معلولین طبیعی کمک کنیم. درست. بینده ما میتونند به امور شهدا و معلولان مزار شریف مراجعه بکنند. تماس داریم، بینده دیگر مروی خط هستند، تماسشون را پاسخ میتیم. سلام، صبحتان بخیر. سلام علیکم بیدر، من بابر هستم از فاریا، با شما تماس کردید. بیدر من چی هست؟ پدرم یعنی این تاری چند سال که شهید شدن و خاطر نما زنگ زنیم که باید رسیلگی با مشکلات ما شود که اینا چی رقم گفت از آیا همی ساده معلومه که برای ما پول روان میکنن، یعنی اینا بچی دلیل بر ما نمیتن، دیگر نمیتنن، ما خود ما هیچ کس کوی را نداریم، دیگر چیز نداریم، فقط اینمی ماش پدر ماست که همون را میگریم، دیگر ما 3 سال است همی چی پدر ما نگرفتیم، همون زمان ماش پدر ما بای متریک میشن میگن کامو و خودشان عرق نامشان که به میشوازه کار میکنن 100 تا کتابچه دارن که بر ما نوبت نمیرسه هیچ که یک چیارت نداریم در خانه که بخوریم، اونا میگیرن پیسای خودشان رو با این متریک هم نمیکنن، اسنادای ما رو گم میگیرن، نمیتنه نمیرقم، بسیار با مشکلات هست ما، هم والیش پول میگیره و چی میگیره، رشوت میگیره، سارانوال میگیره، دیگهش میگیره، تا اینکه دان دیگه هایش رو چوب بسازه، دیگه صدایش رو نبرایه، کسی خبر نشه بالا جایه. درست. تشکر از اینکه تماس گرفتیم. مشکل ولایت فاریاب را در میان گذاشتن. مشکل ولایت فاریاب بسیار جدی است. ما 3 دفعه هیئت روان کردیم تا کارت ها و همچنان اسناد و وثایق بررسی شود. درست. و تثبیتی را که ما یا هم بررسی را که ما انجام دادیم نتیجهش این است که در فاریاب کارت های غیر قانونی وجود دارد و بعض قماندان ها و قلدر ها هستند که مانع کار ما میشن. درست. وقتی ما از شفافیت بحث میکنیم، سیستم بایومتریک را تطبیق میکنیم، وقتی میخواهیم که کارت های جعلی و ناقص و غیر قانونی که به مردم ها جور شده، حداقل یک قماندان، یک زورگو، یک جنگسالار ده ها کارت برای خود و برای افراد خود جور کرده و به شکل غیر قانونی 30 سال 20 سال میشه که از این اداره پول میگیره، برایشان موانع ایجاد بکنیم و سیستم تطبیق بکنیم، همکارای ما حتی کارمندای ولایتی ما با تهدیدات مواجه میشن. درست. که موضوع بسیار جدی است. با ریاست جمهوری موضوع شریک شده، والی صاحب ولایت فاریاب در جریان هستند و همچنان بحث هایی که با والی صاحب و اداره ولایتی صورت گرفته، تفاهم به این شده که قطعا سیستم بایومتریک تطبیق میشه، کمیسیون بررسی اسناد و وثائق کار خود را آغاز کرده و تا 1 ماه یا 1.5 یا 2 ماه دیگه ما نتیجه فاریاب را با ریاست جمهوری شریک می سازیم. درست. که چقدر کارتش جعلی و نادرست است و چقدر اصلی است، ولی درست. باز هم پرداختا جریان دارد در ولایت فاریاب، پرداخت حقوق امتیازات ورثه شهدا و معلولین همین حالا هم جریان دارد. درست. تشکر. تماس داریم، بینده دیگر مونی خط هستند، تماسشان را پاسخ می دهیم. سلام، صبحتان بخیر، مهربانی نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ تماستان وصل است، مهربانی. سلام علیکم. علیکم سلام، نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ ما بشر دوست هستم، از ولایت تخار تماس گرفتیم برادر. بسیار خوش آمدین، مهربانی پرسشتون. ان برادر که پیشتر به حساب از ولایت فاریاب صحبت میکرد، واقعا به حساب کمیسیدی که گفت ما که در جریان هستیم در ولایت تخار، همین را کاملا به حساب یک چیزی واقعیت گفت، بشاره به این چیزی دسترسی نداره. همچی نمونه ما در ولایت تخار داریم که کسی هست که به نام داود در همین شهدا و معلولین به حساب یک هم 50 تا تذکره یا کارت به حساب داره، پیسه میگیره. اگر شما ببینید ما معلول نیستم، ما همین مثلا گفتش تایید میکنم، به یک مجاید هستم خود ما. درست. وقت میشیدیم در وقت میشیدیم، ما از خدا میخواییم، از بنده نمیخواییم، اما همی زد برادر را زدشن تایید میکنیم. درست. تماس بینیدیم و قد شد، صحبتهایتون را داشتیم در رابطه با مشکلات در ولایت تخار. هم صحبتهای جناب فضلی را میداشته باشیم، اما پیش از او
یک میان برنامه کوتاه میگیریم، پس از میان برنامه دوباره برمیگردیم. اگر پرسش و دیدگاهی در پیوند به موضوع امروز دارین، راه ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار داره. حالا وقفه. دوباره برگشتیم ادامه مجله صبح. اگر پرسش و دیدگاهی در پیوند به موضوع امروز دارین، راه ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار داره. اگر تماس شما برقرار نمیشه، یک تی وی نیوز ای اف در فیسبوک موضوع برنامه اونجا پست شده. پای پست مرتبط با موضوع میتونین دیدگاه و پرسش اگر دارین بنویسین. ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. 0791 300 654 همچنان شما را به گونه مستقیم به مجله صبح وصل میکنن. تماس داریم، بینندگان روی خط هستن، تماسشون را پاسخ میدیم. سلام، صبحتان بخیر. سلام علیکم، حمیدالله هستم از کابل بتم. بسیار خوش آمدین، مهربانی پرسش شد دیدگاهتان. مشکل ما قدر همیست که همی شهدایی که سابقه و جنگ ها شهید شده بود، اونمو آل وشتکای زور که سابق کشیده بود میگه فوا جوان شده. آل همو کسایی که پیرزن هست، پیرمرد هست، ماشاد و مزار نمیده، مشکل نمیست فقط. جناب فضلی شما پرسش ندارین؟ نه خیر. بسیار تشکر از اینکه تماس گرفتین، بیننده باشین. صحبت جناب فضلی رو میداشته باشیم. ابتدا برای بیننده ما که از تخار تماس گرفتن و مشکل را در میان گذاشتن. حاجی صاحبی که از تخار تماس گرفتن، میتونن هر اسناد و مدرکی که در رابطه به هر شخص دارند که اسنادشان جعلی است، نقلی است یا هم کارت‌های غیر قانونی داره، زیر سرپرستی خود جناب والی صاحب تخار یک کمیسون و یا هم هیئت بررسی اسناد و وثائق کار میکنه که در اوستر محکمه، لوی سران والی، وزارت دولت در امور شهدا و معلین، وزارت صحت عامه و هیئت رهبری ولایت تخار و ارگانهای زیربط که در رابطه با این بخشا کار میکنن عضویت دارن و جلسات دارن و همه روزه میشینن و اسناد را بررسی میکنن. لطف بکنن به ولایت تشریف ببرن، همین موضوع را با کمیسون شریک بسازن. من مطمئن هستم کمیسونی که تشکیل شده است به حکم رئیس جمهور در همه ولایات همین موضوعات را بررسی میکنه و همه روزه کار میکنه و در یک سال گذشته حدود 15,000 کارت و یا هم وثائق غیر قانونی را باطل ساخته و در این مورد حتما همکاری میکنن. بخش دومی که برادر ما از کابل تماس گرفتن، عزیز الله، طبق بررسی ما و هدایت مقام عالی ریاست جمهوری و هماهنگی با وزارت مالیه، پیش از 80 ورثه شهدایی که شهیدشان پیش از سال 80 بوده، برای فعلا در سال 1399 حقوقشان معطل قرار داده شده. او چند علت یا دلیل داره. یک ای است که ما با کمبود بودجه مواجه هستیم، کوشش میکنیم که بعد از 80 که ورثه شهدا یا معلولین هستند، در نخست حقوقشان را پرداخت بکنیم. برست. چون آنها فامیلا، اطفال و همچنان خانواده هایشان نیاز به پول دارند و در قدم دوم به این قشری که پیش از 80 شهید شده یا هم اولادشان، اگر ما ببینیم 30 سال یا 40 سال پیش که کسی شهید شده و تا به حال اولادشان یا هم فامیلشان بزرگ شدن و خود میتونن که برشان پول بیارن، پس درست. ما حقوقشان را قطع نکردیم، معطل کردیم. موضوع دومی است که در ورثه شهدا یا در شهدایی که پیش از 80 ثبت شده، بیشتر اسناد را که ما جعلی دریافت کردیم یا غیر قانونی دریافت کردیم یا هم باطل کردیم، پیش از 80 بوده که با این اداره ثبت شده. چند علتی بود که یکی موضوع شفافیت بود، دیگر موضوع کمبود بودجه بود که ما برای فعلا معطل قرار دادیم و وقتی ما به بعد از 80 رسیدگی بکنیم، در قدم دوم حقوق پیش از 80ی که شهید دارن او را هم پرداخت میکنیم. درست، تشکر. تماس داریم. سلام، صبحتان بخیر. تماستان وصل است، مهربانی، نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ خواهشان صدای تلویزیونتان را پایین بکنین، صدای ما را صحیح تلفن داشته باشین. بله سلام. علیکم سلام، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ بله سلام، علیکم، از بگرام هستم، ولایت پروان. خوش آمدین، مهربانی.
از ولایت پروان هستم، ولسوالی بگرام. بله سلام علیکم. بیننده ما صدای ما را طریق تلویزیونشان دارند، خواهشان زمانی که تماس میگیرین ملکت درستر را اختیار بکنین، صدای ما را طریق تلفن داشته باشین، صدای تلویزیونتان را پایین بکنین تا بتانیم به گونه دقیق پرسشی که دارین در برنامه داشته باشیم. بیننده دیگر ماری خط هستند، تماسشان را پاسخ میدیم. سلام، صبحتان بخیر. تماستان وصل است، صبحتان بخیر. شما بخیر، صبحتان بخیر. سلامت باشین، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ زنده باشین. تلویزیون یک مهربانی، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ از ولایت غزنین قبول هستم. ولایتتان یک بار دیگر اگر تکرار بکنین پرسشتان. بله مهربانی، پرسشتان. امی برای تلویزیون تنو میریم مثل سخنگوی این شهده بود درست؟ پرسشتان؟ ما میگه اگه اصناد و امی سوا خود تقریبا دو سال پیش تکمیل کردیم در میگه اینچه ریاست شهده و ملولین تسلیم کردیم اما که مانده ولی هر صفحه کمیت میگه آیت میگه. با کدام ولایت؟ ولایت غزنی. ولایت غزنی، درست. صحبت های جناب فضلی رو میداشته باشیم. در سر تا سر کشور حدود 30,000 افراد جدید و تثبیت یا افراد داریم که در یک سال یا نیم سال گذشته با ما ثبت شدن یا مراجعه کردند که ما وارث شهید هستیم و معلول هستیم، البته ملکی، و با ما حقوق پرداخت شود. کمیسیونی که متشکل از وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و همچنان وزارت مالیه هست، به هر ولایت سفر میکنه، اسنادها را چک و بررسی میکنه و بعدش کارتای بانکی برشان توزیع میشه و با اداره ما وصل میشن. این کمیسیون کار خود را آغاز کرده، در بیشتر ولایات سفر صورت گرفته، تا هنوز چند هزار از این ارقام با ما ثبت شدن و دیگه هم کارشان جریان داره. روزای قرنطین بود که مانع سفرهای کمیسیون یا هم هیئت متشکل دو اداره شد. حالا هم در هماهنگی با عزیزی بانک و بانکهای دیگر ما پرداخت حقوق را هم آغاز کردیم و ثبت افراد جدید را هم آغاز کردیم. برادر ما یک مدت منتظر باشند، انشالله به ولایتشان هیئت میرسه و جدید و تثبیت در اداره ما ثبت میشه. موضوع دومی است که تا وقتی هیئت میرسه برادر ما میتونند که با اداره ما یا با آمریت ولایتی ما مراجعه بکنند، اسناد خود را به کمیسیونی بررسی یا کمیسیونی بررسی اسناد و وثائق تسلیم بکنند که اسنادشان از او کمیسیون چک و بررسی شود و صحت و تاییدی پیدا بکنند، باز در پرداخت حقوق یا در توزیع کارت بانکی برای ما آسان میشه. درست، تشکر. تماس داریم، سلام، صبحتان بخیر. تماس بندیم و قطع شده. شما همچنان میتونین از طریق نشانی فیسبوک یک تیوی نیوز اف دیدگاه و پرسش اگر دارین بنویسین، در لابلای برنامه دیدگاه شما را از طریق صفحه فیسبوک هم در برنامه میداشته باشیم. 791-300-654 همچنان شما را بگونیم مستقیم به مجله صبح وصل میکنم. تماس دیگر داریم، بینیدیم مورد خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. نامتان از کجا تماس گرفتین؟ سعید ساق هستم، از مزار به تماس شدیم. خودم از ساریا بستم به خاطر این مشکلات کتابچه ملی میربانی. من چند سال میشه که حقوق خود تا حالا نگرفتیم. هر باری که این کوشش کردیم رفتیم. خودم یکی از روز ویلچر باسکتبال هستم. اونجا میرم میگن که 10,000 بر ما بده. بعد از اون پیتی تراوالا میکنم. درست. بای میتریک شدن؟ پای ما قط است، پای ما قط شدگی است، یعنی جنگ های آلمان قیصر قط شده بود. درست، جناب فرزلی شما پرسشان داره؟ شده یعنی برادر ما گفتن که چند سال پول نگرفتیم و وقتی مراجعه میکنیم ما را میگن که 10,000 افغانی با ما بده که حقوقتان را پرداخت بکنیم. نخستی که این هیچ ممکن نیست که در چند سال گذشته برادر ما پول نگرفته باشه و حداقل ادارات ولایتی در اونجا وجود داره، والی صاحب است، قماندان امنیه است و بخش امنیتی ما است که مراجعه بکنن و چون حقشان از بالای دولت باید بگیرن. وقتی ما پول را به یک ولایت روان میکنیم، تخصیص روان میکنیم،
و تخصیص خو به خاطر افراد دولتی نیست، و تخصیص به خاطر همی افراد معلولین و ورثه شهدا است که باید حقوق خود را بگیرن. موضوع دوم، برادر ما لطف بکنن یک سند، یک مدرک، یک ویدیو کلیپ یا یک چیزی باشه که را ثابت بکنه که به اداره ما مراجعه میشه و اوجا ازش تقاضای پول و رشوت میشه، که ما هرچی عاجل مثل بعضی کارمندای دیگه خود که او را به سرانوالی معرفی کردیم، بخش مزار شریف را هم به سرانوالی معرفی بکنیم. درست. چون فضلی ایران تقاضای سیوم مایی است، وقتی برادر ما اوجا میرن این تقاضا پیشش میشه، اوجا به نام والی صاحب یک شخصی که عامر همه امور ولایت است وجود داره. درست. برادر ما لطف بکنن با والی صاحب مراجعه بکنن که ما این مشکل داریم و مشکل ما باید حل شد، با اداره ما مراجعه بکنن، با قوماندانی امنیه مراجعه بکنن. حداقل اگر هیچ چیزی نشد، وزارت دولت شماره 717 در خدمتشان است. ولی یک چیز بسیار مهم است که لوی سرانوالی و اداره ما وقتی یک مورد فساد را پیدا میکنه، باید اسناد یا مدارک وجود داشته باشه. درست. چنان فضلی روند بایومتریک هنوز هم ادامه داره یا تمامی به پایان رسیده و تکمیل شده از تمامی ولایت؟ روند بایومتریک عملا ادامه داره. مسئولیت بایومتریک را اداره احصائیه ملی داره. درست. که ضمن ای که تذکیره توزیع میکنه، همه ورثه شهدا و معلولین را بایومتریک میکنه، تذکیره الکترونیکی برشان میده. بعد از او امو بایومتریکی که در تذکیره الکترونیکی استفاده میشه، امو با سیستم ما وصل میشه، اینتگریت میشه و ما از او معلومات استفاده میکنیم. درست. بسیار تشکر. تماس داریم، بیننده دیگر مورد خط هستن، تماسشون را پاسخ میتیم. سلام، صبحتان بخیر. تماستان وصل است. مهربانی، نامتان، از کجا تماس گرفتن؟ سلام علیکم. علیکم سلام. مهربانی، میسازم از ولایت قندوز تماس گرفتم. برادر عزیز بسیار خوش آمدین. مهربانی پرسشتن. خوش باشید دیده جان. سلام فضل میمانت اما جمله شنگ دار. میسازم از ولایت قندوز، این سال ما را معاشای ما را که دار 3000 فضل باز باید میتونی که ما کرد. اما از میمان عزیز تو خواهش میکنم که می رئیس شازم قندوز آقای مرادی 6 ماه که زندان را تیر کرد، باز چرا پس آمد رئیس شهدا معلولین قندوز شد؟ وقتی که ما میریم بینیم ماشای ما را اولا که ما جدی را میره، ما مشکل ما را که داشت که میگه میگه دوست در زمین خلاص و هر جوی که میری برو میگه، اما که فیسان نیست چیز که نیست، چرا میگه معلومات در ما بتا؟ درست. دیدگاه و پرسش تگر ندارین؟ وقت خود داشته باشین، فقط نمی آقای مرادی را این معلومات بتا بس خالی. بسیار تشکر. جناب فضلی، برادر ما در رابطه با حقوق 6 ماه خود گفتن و ما در برنامه هم توضیح دادیم که برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیتی که ملکی هستند، در سال 1399 به 2 قسط پول پرداخت میشه. درست. قسط اول برشان پرداخت شده، قسط دومشان بعد از بایومتریک، عکس تذکره الکترونیکی و چک اسناد که از طرف کمیسیون بررسی اسناد و وثائق بررسی میشه، برشان پول پرداخت میشه. درست. چون ما مکلف هستیم که امسال همه اسناد و وثائق را بررسی بکنیم و اسنادی که جعلی هستند او را هر چه عاجل از اسناد درست و افرادی که غیر قانونی ثبت شدن از افراد مستحق جدا بکنیم. درست. تا از یک طرف امو پول به مستحق برسه و از طرف دیگه از حیف و میل بودیجه هم جلوگیری شود. و برادر ما در رابطه با عامر صاحب ذکر کردن، اگر اسناد و مدارکی در رابطه یا در موردش وجود داره، ما همه موارد را به لوی سرانوالی محول میکنیم. وقتی با ما یک اسناد میرسه، ما به لوی سرانوالی مراجعه میکنیم و بررسی صورت میگیره، هم در مرکز و هم در ولایات. حداقل حدود 2 الی 3 ماه بعد بررسی ما صورت میگیره. پس برادر ما اگر مدرک یا اسنادی دارند که اوجا مشکل غیر قانونی کار صورت گرفته، که ما بخش آمریت کندوز را یا هم به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی بکنیم یا هم مورد بازپرسی قرار بدیم. درست. تشکر. تماس داریم. سلام، صبحتان بخیر. مهربانی، نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ تماستان وصل است. احمد جواد هستم از ولایت مزار شریف زده. خوش آمدین مهربانی پرسشتن. احمد جواد هستم از مزار شریف با تماس شدیم، برادر یک معلومات میخواستم. مهربانی؟
برادر عزیز تقریبا در سال 1395 دستگی مالگار شده بود از آرون بالا قطع گردیده بود ولی ما تقریبا دو نیم سال میشه تقریبا در شهده و معلولین مزار شریف ثبت کردیم برای ما کتاب شده هنوز ثبت بایومتریک نشده ایم. درست؟ ادامه بدین صحبت هایتون را خواهشان صدای ما را از طریق تلفن داشته باشین. برادر عزیز مطلب ما همین بود که میخواستم یک معلومات از شما بگیرم شمانیتان در این بخش برای ما معلومات دیتا جناب فضلی پرسشن را گرفتیم کتاب شد دریافت کردن برادر ما معلول هستند و معلول جنگی هستند و ملکی هستند. بله اگر اسنادشان در ولایت و در آمریت ما ثبت شده یا هم مراجعه کردن و تا به حال کارت بانکی نگرفتن منتظر هیئت باشن. ما توضیح دادیم که هیئتی که متشکل از وزارت مالیه و وزارت دولت در امور شهدا و معلولین است در سر تا سر کشور سیستم بانکی سازی و هم توزیع کارت بانکی را آغاز کرده. درست. انشالله به زودی به ولایت سفر میکنه و کارت بانکی را برایشان میده. درست و کتا هم اگر اشاری داشته باشین در صورتی که بینندای ما با مشکل برمیخورن خدمات شماره از خدماتتان اگر ارائه بکنین که به تماس شوند. دقیقا برادرهای ما میتونند که به 717 زنگ بزنند شکایت خود را ثبت بکنند همکارای ما شکایتشان را بررسی میکنند ثبت میکنند و بعدا برشان جواب میتند که شکایت شما ۷۷۷ بسیار تشکر جناب ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولان که حضور پیدا کرد. لطف کردین. سلامت شما خوش. ممنون از شما همچنان که تا حال بینید مجله صبح بودین تا فردا وقتتان خوش.